سلام، من ایمانم، بدون بلد کار میکنم. ارائه در مورد فلاتر هستش. من اسمشو گذاشتم فلاتر فور فان، ولی دلیل اینکه گذاشتم فان این نیست که مثلا چیز جدی نباشه و مثلا اومدی بخندیم و اینا، ولی منظورم این بوده که چیز جذابیه. کلا کار کردم با فلاتر انگیزه میده و خیلی فریمورک جذابیه. اول بررسی کنیم ببینیم فلاتر چیه. فلاتر یه یو آی تولکیت فریمورکی که توسط گوگل ارائه شده و هنوزم داره دیولوپ میشه و کامیونیتی هم اومدن جوین شدن چون که اوپن سورسه. بعد کراس پلتفرم رو اندروید و آی او اس و حالا به تازگی وب و دسکتاپ خروجی میده و از زبان دارت استفاده میکنه. و اون قسمتی که کراس پلتفرم واسه نقطه گذاشتم اون واقعی هسته، چون که یه سمپلی ما دیدیم طرف روی یه دیوار یه سری LED نصب کرده بود و به فلاتر گفته بود با اون مثل یه اسکرین برخورد کن، هر کدوم LED را یه پیکسله و فلاتر ران شده بود یا رو رزبری پای ران کرده بودن. کلن هر جایی که اسکرین باشه فلاتر هم هست. فریمورک فلاتر رو اینجوری درست کردن که لایه زیریش با سی و سی پلاس پلاس و اینا نوشته شده و دارت و در نهایت کامپایل میشه با کد سی ران کامپایل میشه و از NDK استفاده میکنه. لایه های بالاتر اومدن یه سری لایه درست کردن تا رسیدن به ویجت ها. ویجت ها اون چیزای نمایشی و غیر نمایشیه که فلاتر از اونا خیلی داره استفاده میکنه. یه خورده در مورد دارت صحبت کنیم. دارت یه زبونیه که اونم دوباره گوگل ارائه داده، یعنی هم دارت هم فلاتر واسه خود گوگله و استرانگلی تایپده و سینتکس شبیه جاوا و سیه که خیلی دیدیم دیگه سینتکسشو و گاربیج کلکتد زبونش جی سی داره. اولین سوالی که برای خیلی‌ها پیش میاد اینه که چرا گوگل اومده زبون جدید اختراع کرده و همون کاتلین استفاده نکرده. من داشتم میخوندم دلایلی که گفته بودن و نسبتا منطقی بود، حالا با هم بررسی میکنیم، ولی من خودم بیشتر دوست داشتم کاتلین باشه. اولیش تو فلاتر چیزی به اسم ترید نداریم و حالا یه سری دعوا هم هست، یه سری ها میگن سینگل ترید داره، یه سری میگن نه نیست و به خاطر اینکه کلا ترید نداره. یه مفهوم جدید درست کرده به اسم آیزولیت که این مثل ترید ولی ترید نیست، یه پروسس در واقع و شیرد مموری نداره مثل ترید. بعد قابلیتش اینه که فست الوکیشن و یه جی سی اپتیمایز شده داره کلا رو قضیه، چون که تو جاوا شما ترید که می‌سازین اینا همه شیرد مموری دارن و جی سی موقعی که می‌خواد رانشه میاد استاپ د ورد می‌کنه، یعنی یه پاز کوچیک دارین که رفرنس ها وقتی پاتی نشه و کسی رو یه جا ننویسه تو مموری و اینا. ولی اینجا چون شیرد مموری نداریم اون مشکل حل شده و فلاتر یه 60 فریم پر سکند داره که همه خیلی باش پوز میدن و این قضیهش همینه چون که هیچ فازی نداره توی دارت. و یه بحث دیگه AOT و JITه که AOT یه سری زبونه این قابلیت رو دارن و یه سری زبونه جفتش رو دارن. AOT فازش اینه که میاد کل کد رو کامپایل میکنه و یه کد کامپایل شده خیلی سریع خروجی میده که ران بشه. JIT بیشتر برای دیولوپ استفاده میشه، مثلا توی اندروید هم ما این سنترانو داریم که JIT و خوبم کار نمیکنه. حالا من یادم نمیاد آخرین بار که استفاده کرده باشم، ولی تو فلاتر JITش خیلی خفنه، یعنی یه کامپایل و رانینگ نگه میداره و شما کدو که تغییر میدین اونورم رو دیوایس خروجیشو میبینید، ولی خیلی سریع نیست، یعنی پرفورمنسش پایین، فقط واسه دیولوپ استفاده میشه. و آخریش هم این که فلاتر و دارت نزدیک هم تیمشون جفتشون واسه گوگله و خیلی راحتن میتونم ما هم ارتباط داشته باشن و فیچرهایی که میخوان و به دارت بگن که بزنن. یه مقایسه داشته باشیم بین فلاتر و بقیه فرمورک ها تا قانع بشیم بقیه رو بریم جلو. من ریاکت نیتیو نگه میدارم چون بیشتر داره استفاده میشه. اولین نکتهش اینه که ریاکت نیتیو از سال 2015 فکر کنم اومده، ولی هنوز ورژنش صفر و خورده ایه، یعنی به ورژن یک نرسیده که بخوام بگن ریلیزی و بتا. ولی فلاتر 2017 اومد 2019 ریلیز داد، یعنی گفتش که ما از الان بعد ما یکیم و میتونیم روی پروداکشن استفاده بشیم. البته ریاکت نیتیو هم روی پروداکشن داره استفاده میشه، ولی اینکه بگن ما ورژن اون یک رو هنوز نگفتن، ورژنشون با صفره. بعد فلاتر همه چی خودش درا میکنه و از ویجت های او اس استفاده نمیکنه، ولی ریاکت نیتیو اینجوریه که شما وقتی مثلا میگین یه باتن میخوام
میاد همون باتنی که توی اندروید هست رو میاره، باتنی که توی iOS هست رو میاره، یعنی همون لیوت ویو اندرویدی میاره. ولی فلاتر اینجوری نیست که بیاد مپ کنه اون المنتاتون رو، خودش همه چی رو درا میکنه از صفر. بعد اینکه گوگل دیولپش داده، حالا این دلیل منطقی نیست، منطقی ترش اینه که گوگل یه OS داره میزنه به اسم فیوژا که این فیوژا قراره که با فلاتر بتونید روش خروجی بدین. حالا نمیدونیم که وقتی بیاد اندروید برای چه اتفاقی میفته، ولی حداقلش اینه که با فلاتر میتونید روش خروجی بدین و سویچ کردن تو راحت اگه یه وقت اندروید کلا به فنا رفت و به جایش فیوژا اومد. نکته بعدی اینه که حالا گفتم تو قبل‌تر فلاتر از اندیکه استفاده میکنه و ریاکت نیتیو سی‌کی و قطعا اندیکه پرفورمنس بهتری داره و برای گیم دارن استفاده میکنن و خیلی هم میگن فلاتر مثل یه گیم انجینه در واقع. فلاتر یه سری ویجت خیلی زیاد داره که توسط خودشون ارائه داده شده و بیلتین توی اون اسکی فلاتر هست توی اون فریمورکش و این ویو واقعا خیلی هستن. حالا تو جلوتر یه سری ویو های تکش رو من آوردم که نگاه کنید، فکر نمی کنم ریاکت نیتیو داشته باشه، کلا سر یو آی فلاتر خیلی خفنه. آها، نکته بعدی این که اگر بخوایم پاپیولاریتی رو بر اساس استار گیت هاب مقایسه کنیم، فلاتر وقتی که اومد استارش خیلی کم بود و مردم میگفتن آقا این مثلا اصلا رایج نیست بدیم، مردم همه دارن ریاکت استفاده میکنن. ولی چند وقت پیش فلاتر رد کرد ریاکت نیتیو و استارش الان بیشتره و دیولپرهای بیشتری روش رفت میکنن. از کجا استارت بزنید؟ اول اینکه به این ارائه خوب گوش کنید. بعد اینکه تو خود سایت فلاتر یه قسمتی هستش که یه داکیومنتیشن خیلی خفنی داره واسه کسایی که میخوان مثلا از اندروید یا iOS یا هر جای دیگه سویچ کنن رو فلاتر و این میاد مثلا از اندروید میخواین برین، میاد دانشی که دارین رو مپ میکنه روی فلاتر. مثلا میگه تو اندروید اکتیویتی داشتی، اینجا فلان چیزو داری، اونجا منیفست داری، اینجا فلان، اون دانشتون استفاده کرد با یه لرنینگ کرو خوب میتونید شما سویچ کنید. نکته بعدی این که داکیومنتیشن خیلی خفنی داره کلا فلاتر، یکی از برتریش نسبت به ریاکت هم اینجا داکیومنتیشن شما، یعنی اینجوریه که هم سایتش کلی داکیومنتیشن داره هم تو کد نوشتن داکیومنت. مثلا شما یه کلاس رو می‌خواید برید ببینید چیکار می‌کنه، بعد انقدر مثلا یه توضیحات نوشتن در موردش. بعد یه سری یوتیوب سریز خوب هستش برای فلاتر، مثلا یه دونش بورینگ شو که یه دونش بورینگ شوه که میان مثلا میشینن یه پروژه رو از صفر میزنن و نکات خوبی توش میگن واسه همون گوگله. یا مثلا یه سری داره ویجت آف دی ویک، انقدر این ویجتاشون زیاده که هر هفته دارن یه ویجتو معرفی میکنن که مردم فازشو داشته باشن. استراکچر پروژه اینجوریه که شما یه فولدر فقط واسه اندروید دارین، یعنی مثل پروژه های اندروید معمولی اکتیویتی داره، مانیفست داره، نمونه گردل داره، هر چی اونجا داشتین اینجا هم دارین. نکتهش اینه که اکتیویتیش از فلاتر اکتیویتی اکسن شده و فلاتری داره میاد بالا. iOSش هم دوباره همین جوری چیزایی که تو iOS داشتیم اینجا هم هست. یه فولدر اسست داره که شما هر ریسورسی دارین میریزین تو، مثلا فونت دارین، نمیدونم عکس دارین، هر چی دارین. فولدر بعدی لیبه که توی لیب کدای دارتتون رو می‌نویسین، مهمترین فولدری که یا پکیجی که باش کار دارین همینه. و مین دات دارت مون هم اینجا هست که مین دات دارت مون فایلی که فانکشن مین رو می‌نویسیم پروژه هم داره استارت می‌کنه. برای تست ها هم یه فولدر کنار همونی پس فلاتر تستات می‌نویسین، برای تست هم چیزای خوبی داره. بعد یه فایل پاپ استیک دات یامل هست، این ترکیب بین مانیفست و گریدل که توش توضیحات پروژه و دیپندنسی‌هایی که دارین و ریسورس‌هایی که می‌خواید تعریف کنید و ورژن اپ و همینا رو اونجا می‌زنید، یعنی اون ساختار پروژه رو اونجا مشخص می‌کنید. یه هلو ورد بریم با هم ببینیم، ببینیم که هلو وردش چه شکلی هستش. کلن ساختار خیلی ساده‌ای داره، این فایل مین دات دارتمون هستش که یه فانکشن مین داره و شما یه ران اپ می‌نویسین و بهش یه ویجت میدین. خب یعنی تایپی که شما می‌خواد ویجت، حالا هر چیزی می‌تونه باشه. و اینجا ما اومدیم گفتیم یه مای اپ باشه که اکسن شده از استیکلس ویجت. حالا در مورد استیکلس و استیکفول که خیلی استفاده میشه جلوتر حرف میزنیم، در این حد بدونید که این یه فانکشن بیلد داره که توی بیلد دوباره یه ویجت شما باید برگردونید، تایپ خروجش ویجته.
متریال اپ داریم بهش. متریال اپ یه چارچوبی برای شما درست میکنه که اپ متریالتون اون تو ران بشه، مثل نویگیت شدن بین صفحه ها، انیمیشنشون چجوری باشه، تم متریال اپتون چی باشه، لایت باشه یا دارک، کنن یه سری اطلاعات کلی. بعد هوم رو مشخص میکنید، هوم میگه که اولین صفحه‌ای که میاد بالا چی باشه. بعد ما بهش گفتیم که یه اسکفولد باشه، حالا اسکفولد دوباره یه ویجته که میاد یه چارچوب برای سفرتون درست میکنه و یه سری پلیس هولدر آماده داره، مثلا اپبار اون قسمت بالایی رو بهش میگن اپبار، یا بادی اون قسمت وسطش، یا فلوتینگ اکشن باتن داریم، پلیساشو آماده گذاشته که شما بتونید اپ متریالی رو روش بیارین بالا. بعد اینجا مثلا ما گفتیم اپبارش تایتلش یه دیسیس اپبار باشه که اینجا اومده، رنگش هم که رنگ دیفالتی خود پلاتریا گذاشتن، و بادی هم اومدیم گفتیم یه سنتر باشه، سنتر دوباره یه ویجتیه که هر جا باشه چایلش رو میذاره وسط اون سیکشن. بعد تکستش هم هلو برده، خیلی ساده مثلا این هم اومده بالا. یه ویجتیری اون پشت ساخته میشه، حالا تو اندروید هم شبیهش رو داریم، ولی اینجا خیلی این ویجتیری ملموس‌تره و کلن باهاش خیلی کارهای زیادی میکنن. مثلا اون طرفش هم دوباره یه المنتیری داره، بعد ویجتیری اومدن که خیلی سبک باشن و المنتیری و اون طرف رندر تیریه اونا قسمت سنگینی اون ویو هستن. این ویژتیریه فقط دیتا های ویژتا رو نگه میداره و خیلی سبکه، مثلا تکستش چی باشه و خلان این. بعد این همین تیری که اینجا ساختیم اونورم ساخته میشه و فلاتر اینجوری کار میکنه و توی ران اپ شما یه ویژت میکنه، یعنی شما هر چیزی میتونید ران کنید. یه خوره تخصصی تر راجع به ویجت ها حرف بزنیم، کلن دو نوع ویجت داریم، یه سری استیجلس یه سری استیجفوله. استیجلس ها ایمیوتیبله و استیجشون تغییر نمی کنه. مثلا شما یه جا تکس میخواییم بذارین، اون تکس کانتنتش هیچ وقت همینجوری خود به خود عوض نمیشه. ولی مثلا اگه یه دونه چک باکس داشته باشین، چک باکس وقتی کلیک میشه اون تیک میخوره، وقتی دوباره کلیک میشه تیک برداشته میشه. این دوتا استیج داره. استیجلس ها برای وقتی که اون ویژتیری میخواد ریبیلد بشه، اینا خیلی سریع تر هستن چون که استیج ندارن که بخواد تغییر کنه یا هر چیزی. سافتور استیجلس ها این شکلیه که یه اکسن میکنه از استیجلس ویژت ها، یه متد بیلد داره که شما باید اوورراید کنید و یه ویژت رو برگردونید، حالا هر ویژتی هست. استیج فول هم این شکلیه که شما ویژت برنمیگردونید، یه استیج برمیگردونید که استیت توش اون ویجت رو برمیگردونه، فانکشن بیلد داره. این نکتهش اینه که وقتی که اپ میخواد ریسایکل بشه یا هر اتفاق بیفته، این استیت جدا نگهداری میشه و دوباره ریستور میشه وقتی که مثلا گوشو میچرخونید یا هر استیت چه دیگه. آره، تو این استیت فانکشن بیلد دارین و حالا اون استیت اون ویجت هم اینجا میاد، مثلا اگه چک باکس یا بولین میاد که ترو فالس اینجوری نگهداری میشه. خود فلاتری ها اومدن یه سری ویجت درست کردن که شما لازم نباشه به این لایبرری بزنید یا خودتون ویجت ها رو درست کنید. مثلا یه سری ویجت واسه iOS دادن که اسمش رو گذاشتن کوپرتینو ویجت. اینا شبیه سازی همون ویجت هایی که تو iOS هستیه، ولی نکته اینه که خودش داره درام میکنه، نمیره از ویجت هایی که تو OS iOS نوشتن استفاده کنه. یه سری هم متریال ویجت داریم که من اینا بیشتر توضیح میدم. متریال اپ که گفتم یه چارچوبی واسه اپتون درست میکنه که پیجا چی ها، نویگیشن چجوری بینشون باشه و اینا، تمش چی باشه. اسکفولد داریم که میاد اون سیکشن های یه دونه پیج رو مشخص میکنید باهاش. بعد اپ بار داریم که همون تولباریه که تو اندروید داریم، اینجا هم همونه و میتونید حالا تکستش رو سلکت کنید، هر کاری میخواید بکنید. یه باتم نویگیشن بار داره که همون باتم نویگیشن بار خودمونه، مثلا دراور داره آماده، شما نمیخواد درگیر چیزی بشین. بعد مثلا از این ویوهای لوزی شکل داره که اسمش چیپه. استپر داره، مثلا اینو من نمیدونم تو اندروید فکر نکنم اینو داشته باشیم و شما باید برین لایبرری براش بزنید، حالا لایبرری هم کار کنه یا نکنه، ولی اینجا استپر خودش داره. اکسپنشن پنل داره که برای اکسپندبل ویو ها استفاده میشه. تول تیپ داره که مثلا رو بک نگه میداره، میخواین یه تکس بیاد و یه هینتی به طرف بده و بره، یه پست مانن که روی جای بیاد داره. بعد لیست های داره، لیست های یه حالت یه چیز آماده است که شما بتونید توش آیکون و تکس بندازین، دیگه نخواد برین یه ویجت از اول بسازین.
بعد دراپ داون باتن داره، فلوتینگ اکشن باتن که آشنا هستید داره، پاپ اپ منو کلا چیزای هر چیزی که بخواید داره، کمیش میاد که ویجتی بخواید نداشته باشه، و دیت پیکر و اسلایدر رو کلا چیزای خوبی داره. یه سری ویجت هاش لیوتی هستن، یعنی این به شما کمک میکنه که اون ویجت هایی که دارین رو پوزیشن بندی کنید روی صفحه نمایش، که یه سری هاش یه دونه چایلد میگیره، مثلا سنتر که دیدین سنتر میاد هر جایی باشه چایلدش رو میندازه وسط خودش، یا مثلا اسپکت ریشیو داریم، شما یه ویو دارین بعد اون ویو رو ردش میکنید تو اسپکت ریشیو و این باعث میشه که یه ریشیو داشته باشه اون ویوتون. یا مثلا پدین میاد اون فضا رو میگیره و اون چایلد رو با یه پدین خاصی نشون میده. کانتینر بیشتر برای حالتهای گرافیکی استفاده میشه، مثلا شیپ نمیخواید شما داشته باشین، با همین کانتینر میخواید میتونید همه چی رو پیاده‌سازی کنید، گرادینت میخواید بندازین، گوشه‌ها گرد باشه، نه دورش استروک باشه، هر چیزی باشه، کانتینر جوابتون رو میده. ترانسفورم داره که میاد کلا اون ویجتی که دارین رو روش شعبده بازی میکنه، مثلا میچرخوندش جاشو عوض میکنه. بعد یه سری هم مالتی چایلده که چند تا چایلد میگیره، یه دونه نمیگیره. مهمتریناش رو کالم هستن که تو فلاتو خیلی استفاده میشه، همون لینیر لی‌آوت خودمونه، ولی همونه دیگه، هیچ فرقی هم نداره. یعنی کالم نه عمودی میچینه اون ویجت تا یک داخلش، و رو افقی میچینه. یه دونه استک داره، استک هم زیاد استفاده میشه، این به شما این قابلیت رو میده که دو تا ویجت رو هم اوورلپ کنید، و مثلا دیزاینر یه ویو یه ویجتی به شما داده که پیاده سازی کنید، مثلا دو تا چیز اوورلپن، مثلا یه عکس یه تایتل روشه بعد استک بزنید. یه دونه دیگه اش لیست ویو، که لیست ویو به شما این قابلیت میده که یه سری آیتم داشته باشید با اسکرول. خب بعد این هم دو تا حالت پیاده سازی میشه، یه حالتش این که ویو هاتون ریسایکل نشن، مثلا شما 10 تا ویو بیشتر ندارین و میخواین صرفا اسکرول داشته باشه، یا حالت دیگه این که مثلا ویوتون اندلس یا پیج نیشن دارین و میخواین که ویو ریسایکل بشن، جفتش رو ساپورت میکنه با همین ویجت. بعدی گرید ویو هست، حالا مثلا شما میخواین یه سری ویجت رو به صورت گرید بچینید کنار هم. کلا تو فلاتر اینو خیلی میگن که everything is a widget، واقعا هم هستش، این خیلی کمک کرده بهشون که همه چیزایی که داریم پرنتشون ویجته، یعنی هایرارکی چیزشو میگم، اورکیشو میگم. بعد و شما خیلی از نیازهاتون برآورده میشه، مثلا اکتیویتی ندارین شما، کل اون پیج میشه یه ویجت، حالا میتونه چه ماتریال اپ باشه یا کوپرتینو ماتریال پیج باشه یا کوپرتینو پیج باشه، هر چیزی میخواد باشه. بعد فرگمنت ندارین، ویو ندارین، ایکس ام ال ای او تو انیمیشن، ایکس ام ال و درایبل شیپ و استایل و اتریبیوت و اینا رو هیچکدوم ندارین. مثلا استایل و اتریبیوتاش اینجوری میشه که توی همون ماتریال اپ که پرنت کل اپ اونجا مشخص میشه که تم چیه، نمیدونم رنگاش چیان، اتریبیوت های مهمش چیه، کل اونجا همه چی اونجا مشخص میشه. فلاتر برای ارتباط برقرار کردن بین خودش و اون پلتفرمی که داره روش ران میشه، حالا میتونه اندروید باشه یا آی او اس باشه یا هر چیز دیگه ای، یک کانکشن برای شما به وجود آورده. مثلا شما میخواین لیست کانتکت ها رو بخونید، اینجوری نیست که فلاتر بیاد کانتکت ها رو به شما بده، باید از متد چنل استفاده شده باشه. حالا لایبرریاش هست ولی من دارم از اون ساختارش صحبت میکنم. کلا متد چنل اینجوریه که شما توی فلاتر مثلا میایین کد مینویسین و یه متد چنل درست میکنید با یه اسمی، بعد میایین اون اینوک متد رو کال میکنید با یه اسم فانکشنی که حالا مثلا گت بدری لول اینجا میخوایم ببینیم باتری اون گوشی الان چند درصده. بعد یه کدی هم تو اندروید باید بنویسین که این شکلی میشه، یه کانفیگور فلاتر انجین داره که اوورراید هم فلاتر اکتیویتی است. بعد میایم به اون متد چنله با اون آیدی که گذاشته بودیم گوش میدیم و میگیم که اگه اون کال متدش این بود فلان کارا رو کن. خب بعد یعنی اون متد چنله که کال میشه آسینک هم کال میشه، میره توی کد نیتیوتون، یه فانکشنی اجرا میشه و ریزالتش برمیگرده بالا. حالا این میتونه عدد رد و بدل بشه، استرینگ رد و بدل بشه، آبجکت رد و بدل بشه یا آبجکت باید سریالایز بشه، یا حتی استریم شما باز کنید، مثلا کامرا رو می‌خواید دیتاشو بفرستین سمت فلاتر. بعد خیلی پیش نمیاد شما از این استفاده کنید، چون که برای هر چیزی لایبرریشو زدن و حالا تو کیسای خیلی خاص هستش که ممکنه از این استفاده کنید، گفتم که کلا بدونید.
یه تیکه لایف کدینگ داریم، میخوام که این دو تا سفر رو بزنیم. خیلی ساده است، سفر سی ای سی سری یوزره، بعد یه سفر دومی هستش که میزنیم عکس اون طرف باز میشه با اون تکسی که داره. بعد من دیشب تو شرکت بودم با بچه های دیزاینر داشتم حرف میزدم، اومدن رأیمو زدن گفتن اینو ارائه نده و اون تبدیل شد به این. یه خورده عجیب غریب تر شد، بعد میخوام اینو الان با هم شیر سازی کنیم. بهتر به من میگفت که لایک کنی نذار، ولی من کارو بعدی کردم گذاشتم، حالا ببینیم چی میشه.